بنوید خداوند ادعای حمید خراسانی تبعیض امارت پشتونیزم طالبان را سقوط می‌دهد و همچنان جزئیات نبرد شدید میان جبهه مقاومت و طالبان در بغلان. عبدالحمید خراسانی از فرماندهان تاجیک تبار طالبان میگوید که رفتار رهبری امارت با اعضای غیر پشتون طالبان مانند اسیر جنگی، غلام و برده میباشد. عبدالحمید خراسانی میگوید که این امارت اسلامی نیست، بلکه امارت قومی قندهاری ها و قوم زدران میباشد. با گفته عبدالحمید خراسانی، طالبان به مردم به ویژه زنان به اندازه یک حیوان هم ارزش قائل نیستند. عبدالحمید خراسانی در پیامی که روز جمعه 8 سرطان به افغانستان اینترنشنال ارسال کرده افزوده است که در رهبری طالبان دید عادلانه وجود ندارد و قدرت هم در انحصار یک حلقه خاص می باشد. او می گوید که مقام های طالبان در رسانه ها به چشم مردم خاک می زنند و در خفا مردم را تمسخر می کنند و آنها را به چشم حقارت می نگرند. عبدالحمید خراسانی رفتار طالبان را احمقانه خوانده و گفته است که ادامه این روند سبب نابودی امارت پشتونیزم خواهد شد. باید افزود عبدالحمید خراسانی بر این باور است که حضور نمایندگان تاجیک و ازبک طالبان و شمال قاری فصیح‌الدین سمبولیک است و آنها به صلاحیت می باشد. این فرمانده تاجیک تبار ناراض طالبان مدعی شده است که بر اساس اطلاعاتی که دارد قاری فصیح‌الدین ممنوع الخروج است و دستورش در وزارت دفاع قابل اجرا نیست. باید افزود این چندمین بار است که عبدالحمید خراسانی طالبان را قوم‌گرا دانسته و از این گروه به شدت انتقاد کرده است. در همین حال نبرد طالبان و جبهه مقاومت ملی در بغلان، قاری حمزه عضو استخبارات طالبان نیز کشته شده است. منابع در بغلان تایید میکنند که در نبرد بامداد امروز در این ولایت علاوه بر دو عضو جبهه مقاومت ملی، یک عضو استخبارات طالبان نیز کشته شده است. نبرد میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان حوالی ساعت 3 بامداد جمعه 8 سرطان در روستای کهکدای ولسوالی نهرین رخ داده که منجر به تلفات هر دو طرف شده است. باید افزود که در این نبرد عضو جبهه مقاومت ملی از جمله عبدالصمد کهکدای مشهور به قماندان حمزه و یک عضو استخبارات طالبان در بغلان به نام قاری حمزه نیز کشته شده است. این نبرد بعد از آن به وقوع پیوسته است که اعضای جبهه مقاومت ملی برای انجام عملیات در خانه مستقر شده بودند که بعد از افشای مخفیگاه و محاصره شدنشان به نبرد با طالبان پرداختند. طالبان کشته شدن اعضای جبهه مقاومت ملی از سوی نیروهای قطعه واکنش استخبارات این گروه را تایید، اما در مورد کشته شدن عضوشان چیزی نگفته است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این دو خبر فوری چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.